تا نیم ساعت دیگه میرسیم گوا. متشکرم خلوم به جلوه. تو چقدر خوبی، تو چقدر صاف و ساده، خیلی دوست داشته هستی ای مادر. تو زود راجب مادرت بشمت اشکام. تو مثل ماه میمونی دایی باهوش، چشما از مثل ستاره. اینم راجب دایی، میخوای مرو بکشه فوراً عوضش کن بیرون. اینم که راجب پدره. اسم منو مرآبادی. میخوای چیکار کنی؟ کانو بگیر سر، برو کنار، برو کنار، بشین اینجا، بشین. آخه این پسر بیلیاقت دست با چلفتی چطور؟ آبا بمونه هدایت کنه. نه نه دادش آقای راننده. ببین ببین دوباره احساساتش کردی. آخه الان موقع آهنگ گذاشتن بود. اون میخواد زهره ماری کف کنه، همش تقصیر سکل خوک. وای خدا جون کمکمون کن، همین الانی که بیافتی پایین تیکی تیکا. کمک کمک خدایا، کمک کن خدایا، خدایمون بره. آقای راننده بیا دیگه. آقای راننده بیهوش شد، اونجا رو نگاه کن. چی؟ اونجا رو ببین. آهای الو، کسی صدای منو میشنوه؟ پدر پدر من صدا تو میشنوم. با تو نیستم احمق نادون. الو آهای الو 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 الو. روز بخیر، من دیو کمار مالک هستم، دی کی مالک. برج مراقبت گوا به شما خوش آمد میگه. من در موارد اضطراری برای کمک و پذیرایی از شما در تمام 24 ساعت برای خدمتگذاری حاضرم. اون بیشتر به درد مجری بودن رادیو میخوره تا برج مراقبت. چقدر آروم حرف میزنه. نه نه، شما فقط لطف کنین به من بگین مشکلتون چیه. مشکل ما اینه که در حال حاضر توی یه هواپیماییم که شوفرش بیهوش شده. میگی ما چیکار کنیم؟ پس کی داره هواپیما رو کنترل میکنه؟ من دارم هدایتش میکنم. بومان بومان. خب بومان بومان، من اسمم فقط یه بومانه. خیلی خوب آقای یه بومان، ببینم شما قبلا هواپیمایی رو هدایت کردی؟ این تا حالا یه مگس هم هدایت نکرده. شما بگید چطوری میتونیم هواپیما رو بشونیم؟ پس خوب گوش کنید چی میگم. قبل از نشوندن هواپیما ما باید یه چیزایی در مورد هدایت هواپیما بدونیم. قبل از هدایت هواپیما ما باید یه چیزایی در مورد خود هواپیما بدونیم. مثلا این هواپیمایی که شما در حال حاضر داریم باهاش سفر میکنین 2048 کیلوگرم وزنشه و از یه سیستم پیشرفته برخوردار شامل دو ملخ و دو کلید کنترل. این هواپیمای شخصی دو تا موتور، دو تا خنک کننده و سه تا چرخ داره. مانگل خان، من فقط میخوام بدونم چطوری فرود بیای. دو تا در عقب برای پیاده شدنه و یه درم برای مواقع اضطراری تو کابین خلبانه. روک بگم تنها راه فرود اومدن همینه. هی مزخرف نگو، به ما بگو چطوری بشینیم زمین. زود باش. آره ببینید عزیزان من، عجله کار شیطونه، آدم باید یه کمی صبور باشه. خب حالا یه لحظه با دقت جلوتون رو نگاه کنین. خب بگین چی میبینین؟ مرگ! نه نه، قبل از مرگ جلوتون یه سکان بزرگ گرد هست. آره هست هست. کنار سکان یه دکمه قرمزه. آره فشارش دادم. بعدیشو بگو. نباید فشارش میدادی. بعد از فشار دادن دکمه قرمز موتور اصلی از کار میافته. ای بیلیاقت، چرا درست گوش نمیدی چی میگه؟
موضوع جالب توجه اینه که الان موتور اسب دیگه موجود نیست. یه موتور شبیه اسب وجود داره. خدا رو شکر موتور یدکیش هست. نه نه درستی، یه موتور یدکی شبیه اسب وجود داره، ولی اون تقلبیه. فعلا تقلبیه، یعنی کار میکنه، ولی تا کی کار میکنه فقط خدا میدونه. خدا جون وای جلتا نگاه کن. عزیزان من صبر داشته باشین، شهامت داشته باشین، لااقل آروم و آسوده باشین. ما وقت انجام این کارایی رو که میگی نداریم. خیلی خوب، همین الان یه کاری بکنین، عقربه سوختتون رو یه نگاهی بکنین. خدا رو شکر اینجا یه چراغ روشنه. معنیش اینه که سوختتونم داره تموم میشه. چی؟ حالا ما باید چی کار کنیم؟ حالا همراه من اینو تکرار کنیم. چی رو؟ پروردگارا تا حالا هرچه گناه کردیم، پروردگارا تا حالا هرچه گناه کردیم، بر ما ببخشای، بر ما ببخشای. ما داریم به نزد تو میاییم، ما داریم به نزد تو میاییم. هی ساکت باش، ما نمیخواییم بمیریم کله پاک، ما نمیخواییم بمیریم. چه بخواین و چه نخواین، بالاخره یه روز هممون میمیریم، چون که مرگ حقیقتیه که هرگز نمیشه از اون فرار. درمیاد انسان با قدمت زندگی میکنه و لحظه به لحظه به اون نزدیک میشه و ناگهان میفهمه که خیلی بهش نزدیک شده. قربان مرگ من به ما نزدیک میشه. ما نمیتونیم خودمونو از مرگ پنهان کنیم، چون هر جا بریم مرگ پیدامون میکنه. کی شده؟ مگه شما دیوونه شدین؟ شما میخواین کمک بگیرین یا جون منو بگیرین؟ مگه من نخواستم تو ورود هواپیما کمکتون کنم؟ بله، این فقط منم که از هیچکی کمک نمیگیرم. شما چرا یه کاری میکنین که مجبور بشین کمک بگیرین؟ از اون طرف، از اون طرف برین، از اون طرف، از اون طرف. کمک، کمک، ای بای، بای کمک برین، کمک، کمک هم گلی منو بری بلا، کمک منو بگیری، منو بگیری. وای بومک باز چی شده؟ رسیدیم به بند فرودگاه. فرود بیا، فرود بیا، فرود بیا. پدرشا ما فرود اومدیم، فرود اومدیم. هی برین کنار، برین کنار، زود باشین برین کنار، برین کنار. بلش کن در این کن. جان بیا عجله کن، شوفر این هواپیما بهتره بره قاطر سواری کنه. هی تاکسی، تاکسی نگهدار، تاکسی، تاکسی زود باش. من درس میگم. بابا چی میگی؟ بله کن زود باش. بجام رفت برو باید کسی سریع ماره برسیم باست باقی مقصد بس. زود باش رابیو، باید فورم باره برسونی به باقی سن سباسیان. چرا ما عجلی رابیو؟ گفتم باقی سن سباسیان. رابیو دیگه گرد باش. خیلی خوب رابیو، همینجا نیگه ادار. بیا داداش اینم پوله. بومان زود باش پسرم، پیاده شو. پدر، وای پدر جان موفق شدی. موفق شدی. ای به خشکی شانس دیوونه ها.